اگر کفر است مسیحا را که فرزند خدا دانم، اگر شرک است که عیسی را خداوند و خدا خوانم، اگر دست خورده انجیل و صلیبش کذب بسیار است، مرا پس کافر اندان و چو مشرک بر خدا خوانم. بله من کافرم اما مطیع مردگان هرگز، مطیع ابن یزدانم که او را در سما دانم، مقام کفر می ارزد به دیدار نجات او، چو بینا گشته ام از او مسیحا را شفا با درود مجدد خدمت هموطنان عزیزمون. همون گونه که آگاه و مستثار هستید، برنامه امید جاودان همکنون برنامه زنده هست، متعلق به تو هموطن عزیزم هستش. تصورم بر این هستش که باید پاسی از ساعت 5:30 بعد از ظهر ایران گذشته باشه. عزیزان میتوانید تماس بگیرید برای دعا، اگر سوالی هست نسبت به کلام خدا خوشحال میشم بتوانم جواب بدم، و اگر احیانا گواهی دارید که عیسی مسیح در زندگی شما عمل کرده نسبت به آرزوهای دلتون، این رو بدونید که گواهی شما، اعلام آنچه که مسیح و خدای زنده انجام داده، باعث امید خواهد شد. همون گونه که اعلام کردم قبل از این سرود که گفتم، موضوع ما موضوع
رابطه ما با خدا، رابطه ما بر روی زمین، رابطه موقعیت ایمان ما هستش که حقیقتاً چه ایمانی داریم. و میشنویم کسانی که سخن از ایمان میکنن اما با جنایت هاشون زندگیشون رو طی میکنن، و کسانی هستن که صحبت از ایمان میکنن اما میبینیم با نیکویی هاشون، با محبتشون ایمان به خدا رو تعریف میکنن. اما ایمان حقیقی چی هستش؟ چی میتونه این ایمان حقیقی باشه؟ قبل از این که بخوام با شما صحبت کنم، هموطن عزیزی تماس گرفتن و ایشون نیز اعلام ایمان کردن به مسیح و براشون دعا کردم و از من سوال کردن که موضوع کاتولیکا و ارتدوکس ها و پروتستان ها چی هستش. خب حقیقتا آدم میگه اگر اینا همشون ایمان مسیح دارن پس چرا فرقای مختلفی هستن؟ میدانیم که انسان ها در کنار باورهاشون نیز یونیک هستن نسبت به سلیقه و تفکرشون. و اگر ما یک معیار درستی نداشته باشیم نسبت به اون باورمون، مسلماً لغزش خواهیم خورد و فرقه ها و گروه های متفاوتی حتی نسبت به یک باور خواهیم شد. کلام خداوند، کتاب مقدس در اصل بهترین الگوی ایمانداران مسیح هست که به اون نگاه کنند. و امروز شما هم وطن عزیزم رو تشویق میکنم کتاب مقدس رو مطالعه کنید و متوجه خواهید شد که چه گروهی هستن که آنچرا که اعلام میکنن نسبت به حقیقت میتونه درست باشه و یا اینکه متفاوت هست و یا نظریات انسانی هستش. کاتولیکا و ارتدوکس ها نیست، کتاب مقدسشون همون کتاب مقدسی هستش که پروتستان ها دارن، و اما دیدگاه و باورشون نسبت به کتاب مقدس نسبت به همدیگه متفاوت هست. شما وقتی وارد یک کلیسای سنتی کاتولیک و ارتدوکس میشید اصلا متوجه میشید از مجسمه ها و یا نقاشی هایی که اونجا هستن و یا رسم و رسوماتی که اونجا باید افراد انجام بدن که هیچ کدومش تو کتاب مقدس نیستش. نمیگم کار بدیه، کار اشتباهیه، خیر، اما کتاب مقدسی که من که با توجه به اینکه از بکران اسلام هستم و یک مسلمان بودم به مسیح ایمان آوردم، من در انجیل مسیح جایی نمی‌بینم که برفرض نوشته باشه باید روی بدن صلیب بکشی و یا اینکه باید وارد کلیسا شدی دلا دلا بری یا شمع روشن کنی. خب همون گونه که عرض کردم کارای بدی نمیتونه باشه، حالا یکم یه نفرم صلیب میکشه، اما موضوع اصلی اینه که آیا ما میخوایم مرید کلام خدا باشیم، مورد اون ایمانی که خدا داره معرفی میکنه باشیم، یا ایمان خودمون؟ پس میباید حتما تحقیق کردش هموطنان عزیزم، ولی در کنار اینا میتونه اتفاقایی بیفته که این اتفاقات واقعا میتونه مثلا مضر باشه. مثل اینکه یک مسیحی در دوران کودکی در زمان خردسالی حتی به کلیسا برن و کشیش کاتولیک و ارتدوکس اون رو تعمید میدن، بازم کار بدی نمیکنن، چرا که به نوعی دارن تقدیم خداوند میکنن. اما اگر یک مسیحی زاده به همین اکتفا کنه و در سنی که داره در اینکه داره رشد میکنه و به بلوغ میرسه و سنش بیشتر میشه، هرگز انجیل مسیح رو مطالعه نکنه، هرگز تحقیق نکنه، این چیزی نیست که کلام خداوند گفته. پروتستان ها بر این باور هستن که میبایست افراد درک کنن که کلام خدا چی میگه، درک کنن چرا عیسی مسیح بر روی زمین آمد، چرا روی صلیب رفت و مرد و قیام کرد، و با درک این و اینکه افکارشون این گواهی رو بده که قبول کردن، پذیرفتن، جبری نیستش، حسی نیستش، این نیستش که ارسی نیستش، بلکه با درک درست هست، بنابراین اونجا هستش که اون شخص میتونه با تحقیقاتی که انجام میده تعمید بگیره و عهدش رو با خداوند ببنده. حالا اگر به عنوان یک مسیحی زاده هست، من تشویق میکنم شما عزیزان رو که دلای خوبی دارید، هموطنان مسیحی، عهدتون رو با خداوند تازه کنید. حتما دوران کودکی والدین شما این کار رو انجام دادن و ما توی کلیسامون بچه ها رو تقدیم خداوند میکنیم، تعمید نمیدیم، اما شما تقدیم شدید به خداوند و کار بسیار نیکوست. اما بیایید حالا تحقیق کنید و با قلب خوبتون، با ایمان حقیقی برای شما دعای نجات خونده بشه و تعمید بگیرید.
و این رو میبینید که راه رو باز کردید برای برکت. خیلی از مسیحزاده ها هستن که متاسفانه ما از این صحبت ها رو میشنویم، میگن آره انگار ما رو کسی جادو کرده، زندگی ما بسته شده، چقدر شرایط بدی رو داریم. هموطن مسیحی من، عزیز من، اگر تو چنین تصوری میکنیم، فقط لازمه که قلبتو به مسیح بدی. درست مسیح زاده هستی، عهدتو تازه کن با عیسی مسیح و اون موقع متوجه میشیم روح خداوند مجال این رو به هیچ روح شریری نمیده که وارد زندگی تو بشه، رابطه تو رو با دیگران خراب کنه و یا موقعیتی ایجاد بشه توی زندگیت که زندگی تو بی برکت باشه، در غم و اندوه باشه. این کارو کردی، مسیح هستی، هیچ تعصبی هم نباید داشته باشی. من به عنوان یک شخصی که 20 سال پیش قلبم به مسیح دادم، هر روز صبح عهدم رو با خداوند تازه میکنم، هر روز میگم خداوند مرا ببخش. اما یک بار تعمید گرفتم و ما هر روز از خدا میخوام خداوند منو از روح القدس تعمید بده. میدونیم که تعمید یعنی قوطه بر شدن، یعنی شناور شدن. هر روز چقدر خوبه که ما در روح خدا شناور بشیم. پس تو هم وطن عزیزم که مسیح هستی و بیننده این برنامه هستی، میتونی تماس بگیری یا با من یا با شبانان دیگه یا با کلیسای خودت، بگی من بچه بودم تعمید گرفتم، خدا رو شکر الان میخوام با خدا عهدم رو تازه کنم، و دوباره تعمید بگیر با قلبی که امروز در حضور خداوند کاملا باز کردی و اعلام میکنی که خداوند مرا ببخش، چرا که من ایمان دارم تو بهر گناهان من روی صلیب رفتی و باعث نجات من شدی و اینک من توبه میکنم نسبت به گناهان گذشته، چه دانسته و چه ندانسته، و از این به بعد نیز مایل هستم که خداوند و فرزند تو باشم و تو نام من رو در دفتر حیات خودت ثبت کن، در نام پدر، پسر، روح القدس، در نام مسیح، آمین. این دعا رو میتونی خودت بکنی، این دعا رو میتونه یه نفر مثل من که به عنوان شبان کشیش هستن یا پیشکسوتی هستش در کلیسا این آگاهی رو داره برای شما بکنه، و تعمید بگی. هموطن عزیزم، هیچ اشکال نداره شما به شبانانتون بگید، کاتولیک هستن، ارتدوکس هستن، بگید ما میخواییم با خدا عهدمون رو تازه کنیم، ما شروع میخواییم بکنیم که زندگیمون رو دوباره از اول نگاه کنیم تا خدا من زندگی ما رو تقدیس کنه. این یک ایمان زنده هستش. امروز صحبتم با هموطنان مسلمانم هم همین هست. هموطنان عزیز، مسلمانان عزیز که قلب‌های خوبی دارید، حقیقتاً خدا دوست هستید، خدا دوست هستی که در این ایام روزه میگیری، چون خدا رو دوست داری میخوای روزه بگیری، جزء شریعت اسلام هستش، تو این کارو میکنی، خدا رو دوست داری میخوای نماز بخونی، خدا رو دوست داری که دوست داری به عبادتگاه‌ها بری. اما چقدر خدا رو میشناسیم ما، این خدایی رو که دوستش داریم؟ ایمان فقط نمیتونه این باشه که من فقط خدا رو دوست دارم، ایمان این هستش که من خدا را بشناسم. ما در کتاب مقدس زمانی که میرسیم به جملاتی که اعلام میکنه که از خدا بترس، میدانیم تعریف درست عبری و یونانی اون یعنی خدا را بشناس. خدا را بشناس و وقتی خدا را شناختی ایمان ما تعریف درست داره. ولی وقتی من کسی را نمیشناسم، تازه با واژه هایی میگن از خدا بترس، حالا مواظب باش جهنم نری، روزه بگیر، نماز بخون، عبادت بکن. خب هموطن عزیزم، این که ایمان نیستش، این ترسه، این وحشته، این فراره. اگر میخوایم ایمان ما خوب بشه، میبایست ما در از خدا رو بشناسیم. میخوام براتون از نامه عبرانیان بخونم، خطی هم داریم جواب خواهم داد. لطف بله، تقاضای من از کسایی که زنگ میزنن این هست، مشروط بر این که موضوع که تماس میگیرید در این رابطه هست، خوشحال میشم بشنوم، و یا اگر دعایی هست، مسائل دیگه رو لطفا بذارید بعدن در خدمتون هستم. میتونم بردارم؟ بله بفهمت، خواهش کنم. صبح شما بخیر. خیلی ممنون، وقت شما بخیر. من سخت و معید باشید. مرسی. من ایمان آورده هستم، خدا رو شکر، به عیسی مسیح دادم. هللویا، شکر تا حالا به ام داده. آمین، شکر دارم به عیسی مسیح. و افسوس که در جایی هستم که چیزی ولی خونه خودم چرچه. خدا رو شکر، خدا رو شکر در خونم حاضره، خدا رو شکر. آوردم فقط میخوام دعا کنیم برم، یک کمی حالم خوب نیست. میدونم عیسی مسیح خوبم میکنه. آمین، براو براو. میتونم اسمی از شما داشته باشم اگر مایل باشید؟ اسم من مریم، اسم خودم هم عوض کردم، مریم کردم، اسم مادر
عیسی مسیح. آمین 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 آمین. پس مریم جان برای چه موضوعی میخواید دعا کنید؟ اگر مایل هستید بگید، یا اینکه دعای برکت. حالا بهم داده هر چی برام ناراحتی بیش اومده برطرف کرده برام. خدا رو شکر. مریم جان یک کمی تجدید دارم، حالم خوب نیست، از عیسی مسیح بخوام که آمین. کمکم کنه، چه یه شنبه آینده میرم، کمکم کرده قلبم، من بنده گناهکارشم. آخ جانم نه، شما که سلیم خونش رو به خاطر بنده گناهکارشی. جانم خدا رو شکر برای این قلب قشنگت. مریم جان، مریم جان پس برای شما دعای نجات رو خونده کسی، درسته؟ نه خودم، فقط خودم رفتم چرچ، فقط به عیسی مسیح ایمان دارم. خدا رو شکر من ایمان دارم که خداوند صدای قلب قشنگ تو رو شنیده. اما اگر اجازه بدید میخوام یک بار دیگه دعای نجات رو برات بخونم. خود من برات دعای نجات و توبه رو بخونم که این عهد رو داشتم. کلام خداوند اعلام میکنه هرگاه دو نفر با هم متحد میشن، هر آنچه خداوند بخواد خدا با آنها خواهد داد. موافق هستید در کنار این براتون دعای برکت کنم که آنچه را که کلام خداوند ما رو تشویق میکنه نیز انجام شده باشه؟ موافق هستید؟ من حتما. بله بله. پس لحظه چشماتون رو ببندید و دیگر هموطنان عزیزم، هموطنان عزیز، به همین سادگیه قلبتو مسیح بده و خودتو آزاد کن از تمام غمهای دنیا، از شکهای دنیا، از رنجهای دنیا. و این ایمان هست، چرا که این ایمان رو خودت انتخاب کردی و نه گذشتگان تو. خدا رو شکر برای گذشتگان، اما این رو بدون امروز انتخاب توه. ایمان رو باید ما انتخاب کنیم، پدر مادرامون نمیتونن ایمان ما رو انتخاب کنن. پس با هم یه دعا میکنیم. هللویا هللویا خدا قدوس هللویا. پدر آسمانی تو رو شکر میکنم برای این وقت، تو رو شکر میکنم برای محبت تو که خدا جهان رو دربر میگیره و کلام تو اعلام میکنه حتی محبت از مرگ زورآورتر هست ای خدا، و تو بر روی صلیب این رو ثابت کردی که محبت تو ای خدای قدوس، هرچند ای خدای قدوس ای پدر گناه بشریت رو به خودت گرفتی و مردی، اما محبت تو بود که ای خداوند تو را قیام داد تا هر کس که به تو ایمان میآورد قیام کرده بشه. خواهرم مریم کلام خداوند اعلام میکنه که عیسی مسیح پسر روحانی خدا بر روی زمین آمد و بهر گناهان بشریت روی صلیب رفت و مرد و پس از 3 روز قیام کرد. آیا آنچه را که میگم ایمان دارید؟ هللویا. و حاضر هستی نسبت به گناهان گذشته چه دانسته و چه ندانسته توبه کرده و قلبت رو کاملا به او بدی؟ آمین آمین. هللویا هللویا. ای روح القدس عزیزم تو رو شکر میکنم که خداوند با فیضت در کنار ما هستی. اینک از تو میخوام افکار و دل و احساسات خواهرم مریم رو بشوری، گذشته او رو با خون مسیح کفاره کنی ای خداوند، و نام مریم رو در ای خدا دفتر حیات خودت ثبت کنی و زندگی او رو برکت بدی، در سلامتی روح، در سلامتی جسم، در سلامتی روان، در سلامتی رابطه ها، در پری روح القدس و قوت آشکار از عطایای روح مقدست تا خواهر من ای خداوند نمونه‌ای باشه بر روی زمین برای جلال نامت، و همچنین برای دیگر هموطنان عزیزم که با دعای من متحد شدم، نام آنان را در دفتر حیات خودت ثبت کن ای خداوند و نجات و رستگاری را ای خداوند نصیب آنان کن، در نام پدر، پسر، روح القدس، در نام عیسی مسیح. آمین آمین. که با ایمان دریافت کنید. خواهر مریم آمین. خواهر مریم آیا شما انجیل دارید؟ بله. خدا رو شکر، خدا رو شکر. من اسم شما رو اینجا می نویسم، برای شما در دعا خواهم بود، حتی الان که برم کلیسا برای شما نیز دعا خواهم کرد. مریم جان خیلی ممنون که جیزتون، خیلی دوست دارم، خیلی بهتیمان دارم، ولی خدا رو شکر برای مسیح کشیش آمریکایی ها میرم، اینقدر محبت دارن، اینقدر مهربونن، اینقدر صفا دارن. هاللویا خدا رو شکر برای مسیح. مریم جان این محبت از طرف مسیح هستش و جرقش همون ایمانیه که ما به خدای زنده میاریم. ممنون. اگر مطلبی نیست شما رو دستان خدا میسپارم. خب عیسی مسیح یارت باشه، یار همه ایمانداران. آمین. مرسی مرسی. فیض خدا باشه. خدا حافظ شما. خدا حافظ. خدا رو شکر میکنیم برای خداوندمون عیسی مسیح، برای محبتش برای خواهرم مریم که قلبش رو داد به مسیح. هموطنان عزیز تشویقتون میکنم، باور کنید اینجا نه من و نه هیچ کشیشی که میاد اینجا موعظه میکنه، چه در این تلویزیون و چه برنامه های دیگه، پشتبانه ما هیچ سیاست انسانی نیست، هیچ منافع انسانی نیست، هیچ تغذیه انسانی نیست، بلکه
فقط و فقط عشق به خداست. شما خودتون بارها از من شنیدید، من از بکران اسلام هستم، بچه قم هستم، توی خانواده سیاسی اسلامی بودم، اما وقتی که مسیح رو ملاقات کردم، هرچند به راحتی به مسیح ایمان نیاوردم، برای همین از یک مسلمان رو کاملا درک میکنم، به طور خاص یک مسلمانی که متعصب باشه. اما بعد از اینکه خداوند با فیضش دختر منو شفا داد، زندگی ما عوض کرد و من قلبم به مسیح دادم، حقیقتا دیدم ایمان به مسیح متفاوت با ایمان به مذهب هست. عزیزان، اگر شما مسیح رو بشناسید، مسیح رو بچشید، اجازه به روح مقدس خدا در شما عمل کنه، متوجه خواهید شد که قوتی با شما هستش که دیگه نیازی نیست این امامزاده اون امامزاده برید کسی امامای مرده برای شما خیریت بیارن. خدای زنده کنار تو هست. کلام خداوند میگه نام عیسی مسیح امانوئله، یعنی خدا با ماست. امروز خدا به توسط روح القدس با ماست و نه به خاطر شایستگی ما. اگر من هرگز نباید اینجا در مقابل این دوربین بایستم و از مسیح بگم من نه شایسته بودم و نه هستم و نه خواهم بود. این فیض خداست، این عشق خداست، همون عشق پدر و مادری که بچه‌هاش هر چقدر اذیت میکنن ولی دوستشون دارن. خدا ما رو دوست داره، اما با ایمان به مسیح ما میتوانیم رستگاری رو داشته باشیم و قوت رو و اعتماد رو داشته باشیم. بریم با هم دیگه خطی رو بگیریم. جانم میتونم اسمی از شما داشته باشم؟ بله خیلی. بله من معصومه هستم. بله پسرم حمیده، این خیلی وضعش خراب شده و از شکست شده، بیماره و دلش مخواد روزگارش خوب شه. آمین آمین معصومه جان. حتما معصومه عزیزم، با این ایمانی که زنگ زدی تصورم بر این هست که شما قلبتم به مسیح دادی. بله بله قلبم به مسیح دادم. خیلی وقته من خدا رو شکر همیشه مستفیض میشم و شما رو خدا رو شکر. مسیح دوست دارم و شما تلفن تو گم کرده بودم، فقط نگران بودم که الان روی صفحه تلویزیون بود، خوشحال شد. عزیزی معصومه جان، تلفن منو گم کردی اشکال نداره، یه تلفن شما دارید با خداوند. انجیل یوحنا 3:16 میگه خدا انقدر جهان رو دوست داشت که یگانه پسرش رو داد که معصومه قصه نخوره، اذیت نشه. دوستش داره، حمیدم دوستش داره، هر کسی که این ایمانو داره مسیح در کنار او هستش. ولی بیا با هم دیگه مسیح جان برای شما و برای حمید عزیزم و دیگر هموطنان عزیزم دعا کنیم. گفتی برای چه موضوعی برای حمید جان میخوای دعا کنی؟ برای شکست کاری شده، زنشم جدا شده. آه خیلی متاسف. گرفتار، گشایش کار خدا بهش بده و دیگه بیماری کم تو بدنش از شفا پیدا کنه. آمین. مسیح جان آیا حمید جان کنارته؟ بریده قهر کرده و خیلی دلش از ما گرفته که ما ایش کاری نکردیم جز محبت، دل مخواد به این برگرده. آمین. معصومه جان اگر احیاناً خواهر عزیزم اگر احیاناً با ایشون صحبت کردید لطفاً درود منو خدمت ایشون بفرستید. اگر امکان پذیر بود من میخوام با حمید جان صحبت کنم. بله بله. بهش بگو من ایمان دارم که این صحبت من باعث برکت او خواهد شد تو زندگیش، یعنی این ایمانو دارم. حالا اون باید این ایمانو داشته باشه که این اتفاق میافته. با من تماس بگیرید، من خوشحال میشم که با حمید جان صحبت کنم و به فیض خداوند رفع مشکلاتش خواهد شد. فقط ما با دعای شما محتاجیم، هممون به محبت خدا محتاجیم. تو کلیسایم بگم برای حمید دعا کنم، برای چشم حتما سرمو با ما برگرده دعا. آمین. کنن اسمش طیبه. حتما حتما. پس لحظه چشماتونو ببندید معصومه جان و دیگر هموطنان عزیزم رو. اگر چنین مشکلات و سختی‌هایی در خانواده هست لطفاً با دعای من متحد شما. خدا رو شکر برای مسیح. مسیح خوبه خواهر عزیزم. شما نه. چون قلبت به مسیح دادی مسیح با شما هست. آمین. نفس شمایم به ما کمک میکنه. عزیزید ممنون از محبتتون، جلال از آن خداونده. لحظه چشماتو ببند معصومه جان و دیگر هموطنان عزیز، خواهش میکنم اگر براتون مقدور نیست زنگ بزنید اشکال نداره، خدای زنده کنار تو هست هموطنم. لطفاً با دعای من متحد شو، اون موقع میبینی که چگونه خداوند تو را برکت خواهد داد.
هاللویا هاللویا. روح القدس عزیزم، خداوند تو رو شکر میکنم که کلام تو نیز اعلام میکنه بطلبید تا به شما داده شود. ممنون که عیسی مسیح اعلام کردی در انجیل متی 11:28 ای تمامی زحمت کشان و گران باران نزد تو بیاییم ای مسیح جان، و تو هستی اون بار گران رو بر میداری و به ازای اون تسلی روح مقدست رو بر ماهی خداوند قرار میدی. تو رو شکر میکنم برای خواهرم معصومه، برای این اهل خانواده، برای ایمانش ای خدا، برای حمید عزیز و خانوادش رو شکر میکنم. در ابتدا میخوام خواهر من رو از آرامش خود لبریز کنی، ترس ها و نگرانی های او رو بگیری عیسی مسیح. حمید رای خداوند تو ملاقات تازه کنی، حقیقت خودت رو بر حمید آشکار کنی ای پدر عزیزم، ای خداوند، و زندگی او رو برکت بدی که رابطه او با خانوادش و دیگران ای خداوند به صلح باشه، و ای خداوند آنچه را که به عنوان کلمه برشکستگی رو اعلام کرد خواهرم در نام مسیح باطل میکنم، که خداوند تو پیروزی های او باشی و بدهی های او رو تو بدی ای خداوند، و زندگی او رو در مسیر اراده خود مبارک بخوانیم و همه اینها را در نام مسیح میطلبیم. آمین. که با ایمان دریافت کن خواهرم. اگر مطلبی نیست شما رو به دستان خدا میسپاریم. فیض خدا با شما. بریم با هم یه خط دیگه رو بگیم. وقت شما بخیر هموطن عزیزم، بفرمایید. خواهش کنم. درود بر شما، بفرمایید. سید خداوندم باش فرزندان مقدسش. خیلی ممنون، مرسی از محبت شما. برای دخترم. بله. کار میکنی یا ایماندارم هستی؟ من 11 سال دخترم هم 19 هللویا شد خدا. کار میکنه روز شنبه، یه شنبه، دو شنبه امتحان داره. صاحب کارش مدیر آژانس که کار میکنه اجازه نمیده. مرخصی بهش نمیده، مرخصی رد کنه. بله بله. برش دعا کنید. حتما. من میتونم اسمی از شما و دخترتون داشته باشم؟ من شهلا هستم. اسم دخترم هم میشله. شهلا میشله. بله، لحظه چشماتونو ببندید و با دعای من متحد شید. و دیگر هموطنان عزیزم رو تشویق میکنم، بازم اگر چنین موضوعاتی هستش لطفا با دعای من متحد بشید. هللویا هللویا خدای قدوس. پدر جان تو رو شکر میکنم برای وجود خواهر عزیزم شهلا، برای قلب خوبش، ایمانش به تو ای خدا. او از تو کمک میخواد ای پدر، و من نیز با دعای خواهرم متحد شده از تو میخوام در ابتدا قوت و آرامش و شادمانی تو بر خواهرم شهلا باشه و دخترش میشل رو به حضورت میارم. از تو میخوام در نام عیسی مسیح در مسیر ارادت او رو برکت بدی برای زندگیش، تحصیلاتش، پیروزیهاش. قلب خدا منیجرش رو، خداوند سابکارش رو لمس کنی برای اینکه بتونه بره امتحانش رو بده. ای روح القدس عزیزم تو عمل کنه خداوند به طریق خودت ای خدای قدوس، و میشل عزیز رو به آنچه که نیکوست مبارک بخوان در ادامه حیاتش، ایامش، تا نام تو جلال یابد، و همه اینها را در نام مسیح میطلبیم. آمین. که با ایمان دریافت کنید خواهر عزیزم، با ایمان دریافت کن و مطمئن باش که خداوند مطابق فیضش اجابت خواهد کرد. آمین. ممنونتونم از عزیزی. شما رو دست خداوند هم همراه شما بشه تا ابد. مرسی، متقابلا. مرسی برای وجودتون. خدا نگهدار عزیزی. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا رو شکر برای خداوندمون عیسی مسیح، برای محبتش. آیا تلفنی داریم؟ کافه. الو، وقت شما بخیر، بفرمایید. خواهش کنم. الو جانم بفرمایید، در خدمت شما هستم. هستیم. بله با شما هستم هموطن عزیزم. وقت مزاحمتی شدم. مراهم هستید. من پشت خط با شما صحبت کنم. اگر براتون مقدور هست 20 دقیقه دیگه زنگ بزنید، من در خدمت شما هستم. به همین شماره تماس میگیرم. با همین شماره 20 دقیقه دیگه تماس بگیرید. در غیر این صورت با شماره 818 716 4 تا 0 میتونید تماس بگیرید. ها با این تماس بگیرید. تصویر بله تصویر ایران هم هستیم. بله نه کلن خیلی کانسیس این داسته کنم تحقیقی کرده شما کسی ندیدم نمیستم که زنگ بده من روزا یک شنبه اونجا هستیم دارم کلن خیلی کانسیس نمیدونیم چه روزایی. بله ما شنبه ها هستیم، فرکانسش عوض شده، ولی فرکانس رو تلویزیون پارس هم تا اونجا که خبر دارم قرار میدن میذارم، ولی اگر لطف کنید زنگ بزنید خودم بهتون فرکانس رو میگم. الان جلو چشم نیستش بهتون بگم. بله بله خواهش کنم. پس من با شما چون صداتون هم قطع و وصل میشه هموطن عزیزم، اگر اجازه بدید بعد از برنامه در خدمتتون هستم. مراهم هستید. فیض خدا باشم. خدا باشم. بریم با هم دیگه از
نامه عبرانیان 11:1 رو میخوام بخوام، در عین این من تلفنات جوابگو خواهم بودش. اعلام میکنه نویسنده نامه عبرانیان: پس ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است. میگه پس میگه ایمان بعد از ایمان اعتماده. خب اعتماد چگونه ایجاد خواهد شد؟ با شناخت اعتماد ایجاد میشه، همان گونه که زن و شوهری هیچ موقع یک دختر و پسر بلا فاصله به هم میرسن که نمیرن ازدواج کنن، یه زمانی رو میذارن که این شناخت رو پیدا کنن و بعد ازدواج میکنن، به عنوان زن و شوهر معرفی میشن. اگر ما امروز میگیم خدا رو دوست داریم، به خاطر این خدایی که دوست داریم قوانین اون رسومات مذهبی و شریعت خودمون رو انجام میدیم، اولین قدم شناخته. هموطن عزیزم، من باید خدا رو بشناسم و عیسی مسیح گفت من آمدم تا خدا رو به شما بشناسونم، خدا رو به شما معرفی کنم. از این رو هستش که روح خداوند جسم میپوشه و خودش رو نیامد معرفی کنه به عنوان کسی که میخواد داوری کنه، چون توی داوری من حتما مسلما محکوم هستم قضاوت بکنه بر من، بلکه آمد تا حقیقت و محبت خدا رو معرفی کنه و اعلام کرد خدا محبت است و اعلام کرد که به خاطر تمام گناهانی که از باغ عدن تا به امروز، یعنی 2000 سال پیش انجام شده و تو انسان خدا دوست با قوانین و شریعت، به طور خاص یهودیانی که 613 تا قانون داشتن، نتوانستید با این 613 تا به خدا نزدیک بشید تا هدف خلقت که شکل خدا شدن بود انجام بشه، عیسی مسیح گفت تمام گناهان شما رو من به دوش خودم میکشم، من بهاشو میدم روی صلیب، تا تو دیگه با قوانین سعی نکنی به من نزدیک بشی، به خدا نزدیک بشی، بلکه با فیض و لطف به خدا نزدیک بشی. خدا ما رو بخشیده، ما خودمون رو نمیبخشیم. ما شروع کردیم دوباره بعد از مسیحیت یک دینی رو قبول کردیم، دین دروغین رو قبول کردیم، با شریعت دروغین، با پیغمبر دروغین، و این باورها و دروغی رو در مقابلمون هست. حتی داریم میبینیم هموطنان عزیز چقدر مکه رفتن هموطنان ما آسیب خوردن، این پولا رو خرج کردن به خاطر ایمانی. اون عزیزان این ایمان نیست، این اعتقاده، اعتقادی هست ارسی. ایمان یعنی من و شما بچشیم. کلام خداوند اعلام میکنه بیایید ببینید بچشید که خدا نیکوست، نمیگه فقط بشنوید. حتما تعلیم لازم هست، اما همه عزیزانی که در ایران هستن به عنوان مسلمون و هر کجای جهان هستن، همه مسلمون ها شنیدن نچشیدن. اگر میچشیدن مسلما اون ایمان رو نداشتن. چی رو بچشن؟ قصاص رو، رنج و زحمت رو، فرق بین زن و مرد رو، که زن در اسلام هیچ موقعیتی نباید داشته باشه، حتی توی بهشت هم جایگاه درستی نداره، هیچ ارزشی نداره. خب اگر این واقعا یک منطق درست باشه، کی میاد اسلام رو بپذیره؟ یا هر باوری که شما دارید، منظورم فقط اسلام نیست، اما میخوام بگم اگر یک مسلمان هستی، هموطن عزیزم، تو یک معتقد هستی، تو ایماندار نیستی عزیز دلم، باید بری کلام خدا رو بخونی، انجیل مسیح رو بخونی. من چون قبلا مسلمان بودم این اجازه رو به خودم میدم که در این رابطه صحبت کنم، و چون ایرانی هستم این اجازه رو میدم با ایرانی ها سخن بگم. سخن انجیل مسیح هرگز محکوم کردن هیچ دین و هیچ باوری نیست و این اجازه رو ما نداریم، اما این اجازه رو ما که مسلمان هستیم و به مسیح ایمان آوردیم اعلام میکنیم، نه اینکه بخوایم خدایی نکرده بر شما توهینی باشه، بلکه آگاهی و بیداری باشه. این روزها روزهایی هستش که دارید شما میبینید تمام شرایط ایجاد شده تا تو هموطن عزیزم که به عنوان یک مسلمان هستی آگاه بشی و بیدار بشی. ظلم و ستمی که در کشورت هست با اصلاح طلبان حل نمیشه، چون اونها مسلمان هستن. این که یک شخص مسلمان هست، مسیحی هست یا دین دیگه اشکال نداره، اما این کسی که این اشکال داره که شخص، افراد باورهای مذهبی خودشون رو حاکم بکنن بر دولتی که بر مردم حکومت کنن. میتونه یک شخص مسلمان باشه، مال خودش باشه، اما زمانی که باورش رو قدرتی میکنه بر علیه مردمی، همچون دولت جمهوری اسلامی، هموطن عزیزم تو مسئول هستی. حتی اگر یک مسلمان هم هستی، تحقیق کن، با آگاهی بچش. اما چیزی نیست در اسلام که بچشی، چون اون چیزایی که باید بچشی یا غیبن یا مردن،
یا امام زمانی هستش برای شیعه که مرده، یا محمد هست و علی و اینا که همه مردن، چی رو میخوای بچشی؟ ولی وقتی به مسیح ایمان میآوری، روح القدس رو داری، خدا روح خودش رو میده و اینجاست که ما محبت خدا رو میچشیم و اینجاست که عشق خدا چشیده میشه و اینجاست که مانع خواهد شد که تروریستی به وجود نیاد. حکمت باشه، نه ظلم و سیاهی، نه تباهی باشه. و این نویسنده اعلام میکنه در ادامه: پس ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده هستش و برهان چیزهای نادیده، یعنی دلایل. من به عنوان یک شخص بگیم اصلا هیچ باوری نشدم، تو بدترین شرایط که میخواستم خودکشی کنم فقط اعلام کردم خداوند حقیقت خودت رو بر من آشکار کن. من انجیل مسیح رو نخونده بودم، خدای قدوس میدونه، هیچ کس منو بشارت مسیح نداده بود 20 سال پیش و اصلا اجازه نمیدادم کسی من از مسیح بگه به عنوان اینکه مسیح رو بپذیرم به عنوان برفرض به زمان خودم تنها پیغمبر. هرگز اینقدر متعصب بودم. بارها عرض کردم من به خاطر باورهای اسلامیم حتی از همین دولت تیر خوردم، آسیب خوردم. پس این باور رو داشتم اون روزگار، اما وقتی قلبم به مسیح دادم، محبت خدا رو به توسط روح القدس چشیدم، وقتی برای مریضان دعا کردم اونا شفا گرفتن، بدون اینکه خودم احساسی داشته باشم که بگم حالا از بدن من یک نیروی میاد. خیر، از خود خداوند هست، چون کلام خدا اعلام میکنه، عیسی مسیح اعلام میکنه در نام من بطلبید تا به شما داده شود، در انجیل یوحنا نیز اعلام میکنه در نام من بخواید آرزوهای دل شما اجابت خواهد شد، و در اعمال رسولان 4:12 میخونیم که هیچ نامی غیر از عیسی مسیح به ما داده نشده، چون خداست، چون خداونده، و این حقیقت رو روح القدس نیز آشکار میکنه. و نیز این نویسنده اعلام میکنه: زیرا که به این برای قدمها شهادت خواهد شد. بله، زمانی که شما مسیح ایمان میآورید اتفاقایی میافته توی زندگیتون که این خودش گواهیه، این یک شهادتی میشه. من وقتی مسیح ایمان آوردم گواهی من چی بود؟ گواهی من این بود که من مسلمون بسیار متعصب به زمان خودم آرامش رو در کلیسا یافتم اما ایمان نیاوردم، شفای دخترم رو دیدم اما ایمان نیاوردم به مسیح، دیدم زندگیم داره عوض میشه، رغبتی در من دیگه نیست برای گناهان امیال کهنه گذشته، اما ایمان نیاوردم، آنقدر لجاجت کردم، حتی قرآن رو به کلیسای ایران تهران میبردم، با کشیشای اونجا بحث میکردم، معلمین احترام اونجا بحث میکردم، و یک شب خداوند حقیقتش رو بر من آشکار کرد به نوع دیگه ای. و با این ایمانی که آوردم دیدم یک هفته نشده و برای یک مریضی که ناراحتی قلبی داشت دعا کردم و او شفا گرفت. چه اتفاقی افتاد؟ میدونستم که من همون انسان گناهکار هستم، نه شایسته بودم و نه شایسته خواهم بود، ولی اتفاقی که افتاد درک کردم خدا عاشق منه، خدا منو دوست داره، خدا نمیخواد من به یه زبان دیگه به حضور اون برم، خدا نمیخواد من با قوانین سخت حالا میخوام برم به حضور خداوند، باید وضو بگیرم، مواظب باشم از کجا تا کجا بریزم، مثلا رو از کجا بزکشم، وای الان نماز من قضا شده. خدا عاشق منه، کلام خدا میگه تو فرزند خدا هستی، تو شاهزاده هستی. شاهزاده های آیا باید اجازه بگیرن وارد کاخ بشن؟ هرگز. اما اگر امروز خودتو یک مسلمان میدانی و میبینی باید قوانین سخت رو انجام بدی، تازه اگر خدا بپذیره یا نپذیره، این بسم الله الرحمن الرحیم که میخوای بگی چجوری باید بگی که واقعا درست باشه؟ نمازتو باید چقدر غلیظ درست با واژه های عربی بگی تا بتونی، روزه هایی که داری میگیری خدا رو شکر برای وجودت، روزه مذهبی دارید میگیرید نه روزه حقیقی. کلام خداوند میگه روزه حقیقی روزه ایست که در مقابل ظالمین بیستیم و اجازه ندیم ظالمین بر مظلومان حکومت کنن. روزه حقیقی روزه ای هست که اجازه ندیم بی انصافی باشه، بی عدالتی باشه. انجیل مسیح ما رو تشویق به روزه ای میکنه که رابطه عاشقانه انسان با خداست، خدای زنده، که با او رابطه داشته باشیم، او رو حقیقتا دوست داشته باشیم، نه به خاطر نیازهامون و فقط حاجتمون، بلکه به خاطر عشقی که از اون میگیریم و اون عشق به توسط روح القدس نیز به انسانها داده میشه و ما فقط و فقط به توسط روح القدس هستش که میتونیم درک کنیم
که خدا چقدر ما رو دوست داره، اراده خدا چی هستش توی زندگیمون، و قبل از اون نیز کلامش رو به ما داده تا به توسط کلام خداوند بتونیم در مسیر درست نیست قدم برداریم. اگر وقت بشه سعی میکنم یک دوتا آیه دیگه نسبت به ایمان بخونیم. نمیدونم آیا امکان پذیر هست تو این 5-6 دقیقه آیا وقت داریم ما اتاق فرمان؟ بله؟ خب مثل وقت آنچنان نیم، ولی میخوام یک قسمتی رو اگه بشه نامه یعقوب رو دو رو براتون بخونم خیلی سریع. نامه یعقوب دو اشاره به این میکنه: ای برادران من، چه سود دارد اگر کسی گوید ایمان دارم وقتی که عمل ندارد؟ کسی که اعتقاد داره عمل نداره، ایمان قدرت عملی میده به اون شخص. آیا ایمان میتواند او را نجات بخشد؟ پس اگر برادری یا خواهری برهنه محتاج خوراک روزانه باشد و کسی از شما به دیشان گوید به سلامتی بروید و گرم و سیر شوید، لیکن مایحتاج بدن را به دیشان ندهد، چه نفع دارد؟ همچنین ایمان نیز اگر عمل ندارد در خود مرده است. نویسنده داره اعلام میکنه ما با اعتقاداتمون نمیتونیم عمل نیک انجام بدیم، اگر انجام بدیم ریاکاریه، میخوایم همه ببینن. و اعلام میکنه بلکه کسی خواهد گفت تو ایمان داری و من عمل دارم، ایمان خود را بدون عمل به من بنما و من ایمان خود را از اعمال خود به تو خواهم نمود. یعنی اینکه کسی که اعلام ایمان میکنه باید عملا نشون بده. خیلی تو این دنیا هستن میگن ما ایمان داریم، بودایستا میگن ما ایمان داریم، مسلمان ها میگن ایمان داریم، مسیح زاده ها میگن ایمان داریم، همه میگن ما ایمان داریم، اما چگونه میشه این ایمان رو محک زد؟ مادر ترزا این کار رو انجام داد با اعمالش. عیسی مسیح نشون داد، کلام خداوند اعلام میکنه اعمال رسولان 1:1 میگه به آنچه که عمل کرد تعلیم داد. و نیز اینجا میگه تو ایمان داری که خداوند واحد است؟ شما مسلمانان عزیز فقط ادعا میکنید که خدا یکی است، ما این اعتقاد رو داریم؟ خب این که چیز عجیبی نیستش که. ببینید میگه نیکو میگی، نیکو میکنید، شیطان نیز ایمان دارد و میلرزد. هموطنان عزیز اگر ادعای یک مذهبی رو میکنی که ایمان داری خدا واحد هست، که شیطان هم این ایمان رو داره، تازه میگه شیطان از ایمانی که داره که خدا هست میلرزه. حالا ما که دیگه نمیلرزیم که. تشویقتون میکنم انجیل مسیح رو پیدا کنید. اگر مایل بودید براتون انجیل میفرستیم، انجیل برنابانا، انجیل برنابا انجیل مسلموناست. مسلمان رو نوشتن تا قرآن رو ثابت کنن، قرآن ثابت نخواهد شد. قرآن داره داعش قرآن رو ثابت میکنه، این شخصی چند روز پیش 50 نفر رو کش، قرآن رو داره ثابت میکنه، تاریخ قرآن رو ثابت میکنه. قرآن از طرف خدا نیست، قرآن یک تمدنی بود از اعراب که اون رو میخواست انتقال بده به کشورهای دیگه و متاسفانه پیروز شد، از بیخردی خیلی ها پیروز شده تا به امروز. اما امروز فصل خرد و حکمت. هموطن عزیزم تشویقت میکنم قلبتو به مسیح بده، آزاد شو. تشویقت میکنم تحقیق کن، تحقیق کن و آنچه که قلبت گواهی میده با اون هم قدم بردار اگر خدا رو دوست داری. در انتهای برنامه هستیم، دوست دارم برای ایران، برای ایرانی ها، برای آزادی ایران، برای کشور عزیزم ایران دعا کنم. و برای تو هموطن عزیزم الان نمیدونید کی درست میگه، نمیدونید کی درست میگه، لطفا با دعای من متحد شو. آنچه که قلبت گواهی میده نیز اون رو دریافت کن. هاللویا. پدر عزیزم خداوند تو رو شکر میکنم برای محبتت، برای فیضت ای خدا، برای روزهایی که تو اجازه در چشم در مقابل چشمان ما باشه. مبادا خداوند گمراه چشم از این جهان برداریم، بلکه حقیقت تو به توسط روح القدس آشکار بشه. از تو میخوام در نام عیسی مسیح باران آخرت را، باران روح مقدست را بر ایران جاری کنی، چه در خواب و چه در بیداری و چه همین الان در این دعا. ای خدا حقیقت تو بر ایرانی آشکار بشه و ای خداوند از هر آنچه که به عنوان خرافات هست، حتی مذهب خرافات، ای خدا ایرانی ها آزاد بشن، از بی برکتی ایرانی ها آزاد بشن، ای خدا از دولتمندان ظالم ایرانی ها آزاد بشن و فیض تو و آرامش تو و محبت تو و آزادی تو و حکمت تو بر ایران و ایرانیان بماند تا ابد الاباد در نام عیسی مسیح. آمین. آمین که با ایمان دریافت کنید. با تشکر
از مدیریت تلویزیون پارس آقای شجره عزیز و همچنین کارگردان مورد محترممون امیر عزیزم که صبح زود لطف میکنن با ما هستن. فیض خداوند با شما عزیزان باشد و بماند تا ابد الآباد. آمین.